خیلی خلاصه بخوام بگم، هفته گذشته من متوجه شدم که قرار بازداشت جعفر برای چهارمین بار به مدت 1 ماه تمدید شده، قرار بازداشت موقت در واقع. ایشون در حال حاضر در بند 209 و در یک اتاق در واقع 2 نفره هستن. انتقالشون به اتاق 2 نفره حدودا 2 هفته هستش، نزدیک 3 هفته که اتفاق افتاده. قبل اون نزدیک به 40 روز رو در انفرادی بودن. این به جز انفرادی اولی هستش که داشتن. کلن روند پرونده جعفر و بقیه در واقع عزیزانی که با ایشون دستگیر شدن چند تا مرحله داشته دیگه، حالا به جز دوستان کردی که 1 مرحله در بازداشت رو در کردستان داشتن. اول به این صورت بود که در واقع تو اتاقهای چند نفری در واقع 209 بودن، تلفن و ملاقات رو ما به صورت منظم داشتیم، یعنی تلفن 1 بار در هفته و ملاقات 2 بار در هفته به صورت کابینی. بعد از گذشت حالا 1 مدت حدوداً 1 ماه و خورده ای، از اونجایی که حالا اینو ما بعداً فهمیدیم که گروهی که در واقع پرونده رو مدیریت میکردن تغییر کردن و گروه جدیدی در واقع ادامه پرونده رو در دست گرفتن، از کارشناسان پرونده به قول خودشون شرایط تغییر کرد، همه به انفرادی منتقل شدن، انفرادی 240 یا 209، و ما به مدت طولانی هیچ خبری از عزیزانمون نداشتیم، نه تلفنی، ملاقات ها ممنوع بود، کتاب که می بردیم بهشون تحویل داده نمی شد، و حالا چون جعفر داروی خاص مصرف میکنه، داروی که من می بردم رو تحویل می گرفتن، ولی ما این شوپر داشتیم که آیا به دستش می رسه یا نه. خیلی مورد اعتراض ما قرار گرفت این در واقع روند به بازپرسی، حالا تنها مرجعی که ما دسترسی داریم، ولی همیشه اینطور عنوان میشد که این برای روند پرونده لازم هستش و تشخیص کارشناسان به این بوده که برای اینکه مختل نشه پاسخگویی ها، باید این آدم ها ایزوله کامل باشن، ایزوله به قول خودشون، و ما میدونستیم که این یک شکنجه واقعی هستش، شکنجه‌ای که خب ما هم اینجا داریم متحمل میشیم بیرون از زندان. حالا به هر حال از حدود میتونم بگم 2 هفته پیش دوباره شهر تغییر کرد، منتقل شدم به اتاقهای 2 یا چند نفره. از حدود 10 روز پیش یا شاید خورده بیشتر، من زمان رو ممکنه حالا اشتباه بگم بعضی جاها، بقیه عزیزان این پرونده به صورت حالا تک به تک منتقل شدن به قرنطینه و بعد عمومی بند 4. این در ادامه روند پرونده بود که عنوان شد بازجویی ها تموم شده و در واقع عزیزان این پرونده به عمومی منتقل میشن تا زمان برگزاری دادگاهشون. این اتفاق بر همه نیفتاد. الانی که من با شما صحبت میکنم، جعفر، آقای رسول بوداغی، آقای شهابی و آقای واله زمانی فکر میکنم همچنان در 209 هستن با اینکه بازجویی ندارن و منتقلشون نکردن به عمومی. عمومی منتقل شدن از چند تا جهت برای ما الان مهمه، و اون اینه که اولا من الان مثلا از آخرین ملاقاتی که با جعفر داشتم دیگه نه تلفن هیچ خبری ندارم دوباره. حداقل یه خورده منظم میشه این خبر گرفتن ها و اطلاع از وضعیت سلامتیشون و قاعدتا دسترسیشون به یک سری امکانات بهتر خواهد بود. دلیلی که عنوان میکنه بازپرسی، من مراجعه که میکنم، حالا من یا وکیلشون مراجعه کردم و پرسیدن، اینه که پرونده در جریانه و منتقل خواهند شد. این رو از 2 هفته پیش دارم به من میگم، ولی همچنان جعفر رو منتقل نکردم و من دلیلش رو نمیدونم، واقعا دلیل واقعیش رو نمیدونم چیه. این فشار مضاعفه چرا داره اعمال میشه نمیدونم، وقتی بازجویی وجود نداره. دلیل این که همچنان ایزوله نگهشون میدارن تو اتاق 2 نفره و انقدر تلفن و ملاقات محدوده، من نمیفهمم دلیلش رو، به جز این که میخوان یک فشار مضاعفی رو وارد بکنن.
این آخرین وضعیت بوده، یعنی آخرین ملاقات من پنجشنبه گذشته با جعفر بوده که خبر نداشت اصلا بقیه به عمومی منتقل کردن و من گفتم، خیلی تعجب کرد و در واقع از این تعجب کرد که چرا خودش منتقل نشده پس. و همچنان این وضعیت ادامه داره دیگه. حالا باز من این هفته به بازپرسی مراجعه میکنم ببینم آخرین پاسخ ها چی هستش. در مورد وضعیت جعفر به طور خاص بخوام بگم، وضعیت روحیش که واقعا حالا همون چیزیه که انتظار دارم از جعفر، خیلی راسخ و محکمه. حتی آخرین بار که من هفته گذشته دیدمش بحثش همچنان همین بود که ما کار اشتباهی نکردیم و هرچه که گفتیم ما انجام دادیم، قابل دفاع برامون، با ارزش برامون و اصلا در واقع خدشه بهش وارد نشده و خیلی هم محکم بود. وضعیت جسمی جعفر خب شکایت مستقیمی نداشت، ولی برای اینکه در جریان باشید، جعفر یک بیماری حاد گوارشی داره که من نامه از پزشکش رو هم بردم، از کمیته پزشکی که بیرون تحت نظر هستش جعفر، هم به بازپرسی و هم به زندان دادم که باید تحت نظر مداوم پزشک باشه، داروهاش اصلا نباید قطع بشه و به صورت دوره‌ای جعفر باید مورد آزمایشات و کولونوسکوپی قرار بگیره. و این شرایط زندان قاعدتا برای هیچ انسان سالمی حتی خوب نیست، حالا چه برسه به کسانی مثل وضعیت جعفر. از نحوه راه رفتنش و اینکه گفت آره حالا یه روزهای بد بودم و اینا، من متوجه این قضیه شدم که بیماریش دوباره عود کرده خیلی و اذیت هستش از این بابت. و خب این بر من خیلی جای نگرانی داره که با ادامه این روند در واقع خیلی سخت میکنه به روال تقریبا طبیعی برگشتن جسمانیش، چون بیماری باید تحت کنترل باشه که در واقع به اصطلاح پزشکی خود شعله ور نشه. این هم از وضعیت جعفر.